من یه کتابی رو شروع کردم به خوندن به اسم 28 روز شکرگزاری. بعد توی این کتاب فقط به فقط داره تاکید میکنه که حتی فقط تمرکزتون رو از صبح بذارید روی شکرگزاری، روی کوچکترین چیزا، از بشمارید، بشینید، بنویسید چیزایی که دارید و واقعا بابتش کنید، نه چیزایی رو که ندارید. و یکی دیگه از چیزایی که خیلی تاکید میکنه میگه که وقتی که شما حتی مثلا منتظر دارین سعی میکنید یه درآمدی به دست بیاری با کار کردن با هر چیزی، یا این مثلا احتیاجی نیستش که حتما منتظر مثلا اعداد و ارقام خیلی بزرگی باشه که مثلا شما رو خوشحال کنه. حتی شده مثلا یه جا میرید، مثلا یه دوستی شما رو دعوت میکنه به یه کافی، خب مثلا شما میبینید که $2-3 مثلا سیف میکنید. بعد یه داستانی برای من پیش اومده. من صبح میام جیم، بعد ممبرشیپ دارم، ولی الان یه چیزی حدود هول و هوش کریسمس گذاشتم اینو روی هول، در واقع چون نمیدونستم اسکجولمو دیگه پرداخت نمی کنم. ولی هر وقتی که میام جیم مثلا اینجوری روزانه بهشون پرداخت میکنم به جای اینکه این پول، چون برنامه هم نمیدم. و الان یه چیزی حدوده بگم که امروز پنجمین روزه که اتفاق افتاده، اومدم جیم و میبینم که به من میگه برو تو گست پاس داری. اصلا گست پاس فقط مال یک بار، اگر شما ممبرشیپ داشته باشین اوایلش فقط یک بار به شما اینو میدن. ولی من امروز پنجمی روز، البته پول زیادی نیست، ولی فقط من فکر میکنم که واقعا هر چی که میگن شکرگزاری بکنید به شما بیشتر داده میشه و همون چیزای کوچیکم اگه قدردانی بکنیم چند برابر میشه به اصطلاح چیزایی که دریافت میکنی. الان مثل من مثلا میگم الان این دفعه پنجمین باره که دارم میام جیم و فری، هیچی پرداخت نکردم. حالا چرا نمیدونم، به چه دلیل به اصطلاح منو چارجم نمیکنن نمیدونم. در صورت بیایید شکرگزار باشیم به خاطر همه چی. حتی نمیدونم، من فکر میکنم یک بار یک شوی رو دیدم، نگفتش که این به اصطلاح شومنه، میگفتش که من بدون اینکه شما رو بشناسم میتونم همین الان بیام 100 تا چیز از شما در بیارم، بشمرم که بابت شکرگزار باید باشیم. در صورت بیام شکرگزاری رو سرلوحه زندگی خودمون بکنیم. امروز الان صبح خیلی زوده، هر جا که هستید صبح ظهر نمیدونم هر جا که هستی خوب باشی، به خصوص حال دلت. این هم از جیم ما، ببینید سارا هستم، به امید دیدم تا ویدیو بعدی.